خاطرات مشترک دل میشه هم صدای تو. تو میگی از شبی که بود خورشید از سیر میله ها پروانه های شهر نور در بند سرد پیله ها. من شهیندخت جعفری هستم و دبیر بودم، دبیر زبان بودم. 2 سالم است که بازنشسته شدم. از دانشگاه تهرانم فارغ التحصیل شدم و متولد سال 1332 هستم، بهمن 32. بعد رشته زبان انگلیسی دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران درس خوندم. سال چهارم، یعنی اول سال چهارم که بود دستگیر شدم، 2 سال وقفه افتاد توی تحصیلم به خاطر همین بازداشت و زندانی و اینها، و سال 56 فارغ التحصیل شدم. با کتاب‌های دکتر شریعتی آشنا شدم، به جلساتش می‌رفتم و از آقای مطهری هم خدمات متقابل اسلام و ایران رو خوندم. کتاب حکومت اسلامی امام خمینی رو من از یکی گرفتم خوندم. بعد به هم گفت اینو خوندی بذارش توی مسجد. ما هم همین کار کردیم، خوندیم. اگر هم کسی تو خانواده میخواست بخونه دادیم بهش، خوند، بردیم جلو خونمون هم مسجد بود، بردیم گذاشتیم اون تو. کتاب آقای خامنه ای صلح امام حسن رو خوندم، خیلی جالب بود. اتفاقا یکی از همین سخنرانی‌هاشون در مورد همین مسئله توی حسینی ارشادم که من میرفتم برای دکتر شریعتی، ایشونم مثلا 1 ساعت قبل یا بعدش بوده، صحبت‌هاشون رو گوش کردم، موقع جوان بودم. این هر جا میرفتیم میگفتن که اینو گرفتن، اون رو گرفتن، به خاطر اینکه حتی مثلا دکتر شریعتی فوقش چیکار کرده بود، کتاب نوشته بود، حرف زده بود، یا آقای مثلا خامنه ای چیکار کردن، کتاب نوشته بودن، یا خیلی از آدمای دیگه حرف درست زده بودن، منتها مطابق میل دستگاه نبوده. من که رفته بودم برای تایپ و اینا یاد بگیرم با یکی از دوستام، اونجا یواشکی یه چیز رو علیه شاه نوشتیم، چسبون بیم به در دیوار این دانشگاه. درست هم لحظه چسبوندیم که هیچ کس نبود. رفتیم اون گوشه نشستیم، دیدیم که بچه ها دونه دونه اومدن شروع کردن به خوندن، یه تجمعی شد و ما هم رفتیم اون آخر، گفتیم ببینیم دیدیم چه خبر، خودمونو به اون را زدیم. بعد دیدیم که ملت هی شروع کردن به خوندن و خب یه چیز تازه‌ای بود اون موقع. البته کسی نفهمیده بود که ما این کاری کردیم، که یکی دو نفر اومدن اینا رو گرفتن کندن. می دیدیم که از دوستای ما این ور اون ور همه رو می گرفتن،
و میبردن تو زندان شکنجه میکردن و ما وصفشو میشنیدیم و اصلا من برام خیلی عجیب بود. مثلا شما فکر نکنین اون موقع میگرفتن ملت همه اسلحه داشتن یا اینکه خرابکار بود، اینا همه رو به عنوان خرابکار معرفی میکردن. شو هم فکر میکرد که من آدمیم که اقدام علیه امنیت کشور دارم میکنم. امنیت یک کشور یعنی امنیت خودش. علی آقا نیفتی؟ حواسم هست. یه روز اومدیم تو خونه و اینا دیدیم که زنگ زدن. بیا قدیم چه باش تره درست؟ من مراقبش هستم. هستی پس باش برو. بله کیه؟ بله منزل های جعفری؟ بفرمایید بیاین تو. چی کار داریم؟ بایست آقا یه باری کنار بایستیم. چی کار داریم؟ یه پایین چایین دخ کیه؟ چی کارش داری؟ بابام اومد بهشون گفت که شما کی هستین و اینا از کجا اومدید؟ از ساواک. بابام گفتن که شما باید که کارتتون رو نشون بدید. اسلحه داری که داری؟ کارت شناسایی نشون بده. لازم نیست. تو برو تو اتاقا رو بگرد. به خدا اونجا هیچ کس نیست، فقط مادرمه. شهیندخت کیه؟ شهیندخت منم. دست بند. اقدام علیه امنیت کشور. چشم ما رو از همونجا بستن، سوار یه ماشین کردن، یه آقای این ور نشست، یکی همون ور رو ما رو گرفتن بردن، فهمیدیم که اینجا اوینه. ما رو انداختن توی سلولی و در بستن، گفتن هر وقت کار داری فقط در بزن، اصلا حرف نزن. و به قدر این دیوارهای سلولا کلوف بود که اصلا صدای کسی به کسی نمی‌رسید. حدود دو ماه من توی اونجا که بودم آزادم کردم. به دنبال دستگیری عباس جعفری و بازرسی از وی، اشعاری از او کشف گردید که در تحقیقات مأموره اظهار نموده از خواهرش شهیندخت جعفری اخذ و مورد استفاده قرار داده که به همین جهت نامبرده بالا مجددا دستگیر و طبق قرار بازداشت روز ششم بهمن ماه 53 صادر از بازپرسی شعبه یک دادستانی ارتش بازداشت و آراء صادره به رؤیت وی رسیده است. بعد از چند ماه برادرمو توی خیابون گرفتن. بعد شبش هم ساعت 10 اومدن سراغ من. اینا در زدن و ریختن تو خونه. اومدن تو، بعد همونجوری باز چشم منو بستن و آوردن یه جایی، خلاصه چشم ما رو وا کردن توی یه اتاقی و گفتن یه لباس دادن و اسم و نمیدونم شناسنامه چیه و فلان و اینا رو پرسیدن و مام پر کردیم و آوردن تو سلول. من فکر میکنم از جایی که اومدم گمان نکنم اینجوری تنگ، نمیدونم شاید هم بوده، ولی که بلا فاصله وارد یه جایی شدم که یه میز و صندلی و اینا داشت، یه جایی مثل بایگانی بود. من فکر میکنم که دو طبقه میومدم بالا. این الان بنده یکه، ولی من یادم از این پله ها می رفتیم بالا می اومدیم پایین. بردن توی یه سلولی و خلاصه مثل همون کاری که با بقیه ها کردن بردن انداختن یه جایی که یه لامپ 40 اون بالا مثلا آویزون بود، یه دریچه داشت. فقط ما می فهمیم صبح شده شب شده. این نبود، سه تا بود، سه تا بغل هم بود. من فکر میکنم همون بود. نه ندیدم، من این تو رو ندیدم. ولش کن، نمیخوام ببینم، ولش کن. بس حالمون گرفته شد. بلند بود خودشه؟ آره اینطوری می رفتیم. بزن شما یه دقیقه نیاین من ببینم. سمت شهر این که دوتاییه.
من سمت راست بودم. اینجا الان چیه؟ آره همینجاست، برای اینکه اگر اون ته بود من نمیتونستم ببینم اون پسره رو که خودشو میکشید میرفت میومد. بعدم من یه مسیری رو طی میکردم تا به دستشویی برسم. یه دفعه یکی رو دیدیم که یعنی من دیدن که نزلای اون درز اون دریچه ها باز من نگاه میکردم. یعنی شما فکر کنین جایی که انقدر بسته است که آدم فقط گوشش کار میکنه، من دوست داشتم چشمام هم یه چیزی رو ببینه. من اینجوری نگاه میکردم یواش. یه شب دیدم که یکی رو بردن به آهناله آوردنش. روز دوم با روی باسنش نشست و همینجوری خودش رو زمین میکشید. بعد روز سوم بازم دیدم که دیگه سینه خیز میرفت. یعنی برده بودن هر دفعه میبردنش انقدر میزدنش که حتی دیگه رو باسنش هم نمیتونست بشینه. بعضی با دست تو دمپایی، دستشون تو دمپایی بود، با چارزانی میرفتن اینطوری دستشونو میکردن این تو، اون دستشون هم همینطور چار دست و پا میرفتن، برای اینکه کف دستشون به زمین مالیده نشه. نمیتونستن دمپایی پاشون کنن، انقدر پاشون باد کرده بود، پا نمیرفت تو این دمپایی. متوجه شدین؟ اینو دیدین شما؟ آره من خودم دیدم. اینجا بذار کمکت کنم. نمیدونم چجوری شد که نگهبانه حواسش نبود که توی اون دستشویی مثلا یه نفری هست که من رفتم این وضعو دیدم. اصلا ما غذایی نمیخوردیم، همش درد معده داشتیم، همش آهناله داشتیم، نه یه چیزی میدادن که دردمون تسکین پیدا بکنه، هیچ. توی این میخوردیم، میبردیم اونجایی که دستشویی هست و اینا رو میشستیم. خب بعد اینام لیوانای پلاستیکی بود، تو همینا چای میخوردیم، چای داغ بدمزه بی خود میدادن، یک کمی هم شکر میریختن توشو. در دیوارا همه کثیف بود. بعد مثلا دستشویی میرفتیم همش قطره های خون ریخته شده بود، کثیف بود. میگم دستشویی میرفتیم مثلا همش خون آلود بود، من کاملا مشخص بود که همه با پاهای خونی و با بدن خونی اومدن اینجا، مثلا خون میریخته از بدنشون میومدن. خب این رسولیه، ولی خب مجسمه‌اش کو؟ نه خودش نه. خودش آره، ولی اون موقع که من اینو دیده بودم موهاش چیز رو سفیدتر بود. رسولی بازجوی من بود و هی میگفت که بگو اسم دوستاتو بگو و نمیدونم چی کار کردی و فلان اینا. من میگفتم باشه، ما که کاری نکردیم، اینم که چیز خاصی نیستش. نه این خیلی چیز خاصیه، تو توهین به شخص اول مملکت کردی و از این حرفا. تو به شخص اول مملکت توهین کردی. من گفتم آقا ما هیچ کاری نکردیم، گناهی نکردیم. باز این دشقیم پلید از گلستان خلق گلهای تازه رس از حراسش رو بود. منظورت از دشقیم پلید چی بوده؟ گفتم دشقیم هر آدم بعدی میتونه باشه. مثلا اینکه تو نمیخوای اعتراف کنی که این شراره تو بودی که دادی به برادرت. گفتم من خودم اینو نوشتم دادم به برادرم. اونا گفتن پس قبول کردی که این کارو تو کردی و اینو. گفتم آره من قبول کردم، من این کارو کردم، من اینو اصلا به زور به برادرم دادم، برادرم اینو از من نگرفت، من به زور دادم بهش، گذاشتم تو جیبش، برای اینکه به اصطلاح از محکومیتش و از جرمش و اینا کم کنم. اونا سر این کلمه ها خیلی حساس بودن. دختر خانم،
منظور تو از دشقیم پلید شخص اول مملکت بوده. هر جور که دوست دارید برداشت کنید. مثلا اینکه نمیخوای اعتراف کنی. تو زبون خوش سرت نمیشه؟ اگه اعتراف نکنی میدم حسینی شلاقت بزنه. برگشت هم گفتم که خب بده بزنن دیگه، این همه آدم دارن شلاق میخورن، منم یکیش. حسینی خلاصه حسینی اومد و ما رو با موهای سیخ سیخ و اینا، خیلی موهای بد و قیافه کری داشت، خیلی هیکل گنده، و چشم ما رو گرفت بست و برد توی اون اتاق و دست و پامون رو بست و خلاصه شلاقه رو خوردیم و هی میزد میگو بگو. یه کاری که من دوست داشتم میکردم این بود که اینا میومدن گوشوی ما تیز میشد. من دوست نداشتم که اینا میان من نشسته باشم، همیشه با میستادم. یعنی میخواستم بگم فکر نکن که من الان برای تو پا میشم، من اینجا ایستاده هستم، فکر نکن دارم به تو احترام میذارم. اتاق بازجویی گفتم که بزرگ بود، من برم ببینم، برای اینکه شاید یادم بیاد دقیقا کجاست. وارد اتاقی که شدم البته میگم با چشم بسته بود، حالا شاید همینا بوده، یه نیم دایره ای زدم چون بالاخره میفهمیدم که حالا دارم کجا میبرم. اون وره دایره بوده. آره اینجا اتاق بازجوها اینجا بود، توی همچین چیز دایره مانندی بود. البته ما فرصت اینو نمیدادن که ما این ور اونور زیاد نگاه کنیم و من اینجوری با چشم بسته رفتم. تختش بلند بود، این نبود، این تخت نبود، یه تخت بلند بود. یعنی من احساس میکنم که روی یه تخت بلند درازم داد، بلند بود، انقدری بود. بعد شروع کردیم؟ آره دیگه، دستا رو از بالا بستن و پاهارم بستن و شروع کرد به شلاق زدن دیگه. هر کی تو دل خودش صدای کسی هگه در میومد که پدرش رو در میومد. یوز ما رو سوار ماشین کردن و بردن دادگاه. من زندانی، یه آقاییم وکیل من شده بود، من اصلا این آقا رو هم ندیده بودم، وکیل تسخیری دیگه. سلام. کمیته مثلا ببخشید گفت که این وکیل بشه برای فلان کس. با اجازه. پیفر خواست قرائت شود. متهم شهیندخت، شهرت جعفری، به اتهام عقص و مطالعه جزوات و اعلامیه‌ها و اشعار مضره و همچنین ارائه آنها به دیگران و مخالفتش با رژیم مشروطه سلطنتی مجرم می‌باشند. لذا بر اساس اسناد و مدارک موجود درخواست اشد مجازات نامبرده را دارم. دفاعیات وکیل مدافع متهم. ریاست محترم دادگاه، دادستان محترم، با توجه به جوانی و خامی موکله بنده عاجزانه استدعا دارم در مجازات متهم تخفیف و به جوانی وی رحم کنید. دیگر عرضی ندارم. با
باور میکنین 5 دقیقه هم طول نکشید؟ گفت خانم چه دفاع دارین؟ نه گفتم که ولو ما که کاری نکردیم، دفاعی ما همینه که ما. من که کاری نکردم. وقتی که رسولی میگفت 1 سال، همون 1 سال میدادن، مینوشت 3 سال، 3 سال رو میدادن. چون رسولی به من گفت، گفت من 1 سال به تو محکومیت میدم با تو آدم بشی. همه بازجوها برای زندانی های خودشون اون محکومیت ها رو نوشته بودن. اون آقا هم که اون بالا بود خوند و گفت که بله، شما هم به 1 سال حبس در زندان قصر محکوم هست. حکم رو قرائت کنید. حکم دادگاه: با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده درباره خانم شهیندخت جعفری، مشاوران الیها در زمینه اخذ و مطالعه جزوات و اعلامیه‌ها و اشعار مضر و همچنین مخالفتش با رژیم مشروطه سلطنتی. نامبرده به 1 سال حبس محکوم می‌گردد. به من گفتن داریم می‌بریم قصر. بعضی‌ها مسخره هم می‌کردن، می‌گفتن قصر. از هم نفس با هر قفص، از دیب و دشنه ها بگو، از لحظه های سرخش، از یاری خدا بگو. از اول که اومدیم اینجا پیادمون کردن، دستبند به دستمون بود، ما رو بردن اون تو برای دادگاه تجدید نظرم. حتی من یادم از همینجا اومدم دوباره رفتم، دقیقا یادمه. جای ملاقات هم اینجا بود، اون یه حیاط داشت، پشت حیاط جای ملاقات بود. آره هم دقیقا همین، دقیقا همین جایی خراب شده است. این تیکه احتمالاً تیکه ملاقاتی بوده، حیات ما اون پشت بوده، ساختمونم اون برتر. آره این حیاط اونجا نیستش، دیوارای اونجا بلندتر بود، اینجوری پنجره نداشت، البته یه خورده پهن‌تر از اینجا بود، یه خورده پهن‌تر بود و یه خورده هم کوتاه‌تر بود. همیشه میگفتیم میشه یه روز این دیوارا از بین بره، ما مثلا بریم ببینیم اون برای چه خبره. چرا فکر نمی‌کردیم؟ همش در حال پرواز به سوی آزادی بودیم دیگه. و میشستم برای خودم نقاشی می‌کردم، برای خودم دستمو اینجوری مشت کرده بودم، کشیده بودم، بعد حالت‌های مختلف دست رو کشیده بودم. این همه سرگرمی بود برای من دیگه. یه اسبی رو در حال پرش و یه پرنده ای رو کشیدم، خیلی قشنگ بود، یعنی کوچولو بود، عکسش انقدری بود، منتها من گرفتم بزرگ کشیدم. و یه روز اومدن همه نقاشی‌های منو گرفتن بردن. پاشو ببینم، پاشو چه کام کردی؟ اینا برای کیه؟ برای من. اسمت چیه؟ شهیندخت جعفری. بعد اون سروان روحی برگشت به من گفت که تو برای ما مشت نشون میدی، تو برای من دندون نشون میدی. گفتم بله.
گفت من نقاشیاتو دیدم، تو اونجا مشت کشیدی برای ما، که من گفتم من اصلا منظورم مشت به شما نبوده، این یه حالت نقاشی بوده. خیلی هم وحشت داشتن، یعنی این وحشتو من موقعی که تو زندان رفتم کاملا متوجه شدم که از ما یک غول ساخته بودن، منتها از درون انقدر پوشالی بودن که من میگم مثلا ما میخواستیم اونجا توی اوین فرسونی من قدم بزنم از اینجا تا اونجا، چهار تا سرباز از اون بر از این بر وایستاده بودن که چی؟ بعد من فهم کردم که حالا بسیار چقدر مهم من اینا وایستادن اینا. اونایی که میگفتن ما مجاهدین خلق هستیم، من اصلا نمیدیدم اینا نماز بخونن. بعد رفتم به یکی از این چیزاشون گفتم، به یکی از این سرگروهاشون گفتم، گفتم من یه سوالی دارم اگه ناراحت نمیشی ازت بپرسم. بهشون گفتم، گفتم شما من نمیبینم که اصلا نماز بخونی، چرا نمازتون رو نمیخونی؟ شما مگه نمیگی ما مسلمونیم؟ اصلا جواب منو هیچی نداد، هیچی جواب منو نداد، هیچی نگفت. من اونجا فهمیدم که اینا هیچی هم. کوچه‌های شهر عشق جا مونده رد پای تو، با خاطرات مشترک دل میشه هم صدای تو. تو میگی از شبی که بود خورشید از سیر میله ها، پروانه های شهر نو در بند سرد پیله ها. میگی تو از پرنده ای با جا بی هم نفس، روزی به جرم پر زدن شد آشنای یک قفص. یا آسمون پرنده بود با آرزوی پر زدن در یک زمین مشترک، خود را به هر خطر زدن. زخمی شدن پرنده ها در زیر تازیانه ها، اما پرنده ای نشد پابند دام و دانه ها. بازم بگو از اون شبا هم بند آشنای من، از اون شبای بی کسی اینای هم نوای من. تو آسمون شب خورشید عزیز لاله ها، آزادی پرنده ها مدیون ایثار شما. کوچه به کوچه کو به کو میام من از پی صدا، سمت روشنای هم پای
هر چه رد پا هم پای هر چه رد پا.